درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید یکی از کسانی که کمتر به اون پرداخته شده سید مهدی هاشمی روحانی شیعه از اعضای اولیه و پایگذار سپاه و برادر داماد آخون منتظری قائم مقام وقت خمینی ملعون بود فعالیت مهدی هاشمی به قبل از فتنه 57 و, هفت و بعد از شورش 57 تقسیم میشه او با نهزت های آزادی بخش ارتباط خوبی داشت از لبنان و لیبی تا آمریکای جنوبی او پس از پیروزی فتنه 57 مسئول واحد روابط عمومی و عضو شورای عالی فرماندهی سپاه بود و مسئولیت نهزت های آزادی بخش سپاه را به عهده داشت و تا انحلال این واحد به خاطر درگیری با محسن رضایی به فعالیت در این سمت ادامه داد. او با محمد منتظری ارتباط نزدیکی داشت و در همین سفرها جذب سرویس های بیگانه شده بود. در جریان مکفارلین اگر یادتون باشه اکبر او را قربانی کرد و بعد از اعدام او تمام تقصیرها رو به گردن او انداختن هاشمی زمانی پیشرفت بسیار خوبی کرد و مدتی به عنوان نماینده دادستان کل منصوب شد نکته مهمی که مهدی هاشمی را باید برای ما جالب کنه باند و نزدیکان او هستند که یکی از اونا جناب نجفی شهردار قاتل و یا ربیعی و حتی عبدی مهدی هاشمی به طور مستقیم در فرستادن مواد منفجره در ساک حاجیان اصفهانی در حج سال 65 نقش داشت که اکبر هاشمی و حتی نزدیکان اکبر این عمل رو ایده او اون می دونستن ولی خودش و منتظری اون رو پروندستازی بر علیه او میدونستند. مهدی جلسات مرتب هفتگی در تهران اصفهان و قم داشت و گروهکی برای خودش تشکیل داد که ادامه این گروه منجر به قتلهای زنجیره‌ای شد مهدی هاشمی با ری شهری وزیر وقت اطلاعات درگیر میشه و خب ری شهری در اون زمان به نوعی شخص چهارم مملکت بود که این درگیری باعث دستگیری هاشمی و کشف خانه تیمی او و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره شد منزلی در یوسف آباد که متعلق به نهزت های آزادی بخش بود رفاقت هاشمی و کشمیری هم خودش جای بحث داره و نکته دیگه این که او با وجود سابقه دستگیری قبل از فتنه 57 تمام سوابقش مثل حجاریان و عبدی در ساواک پاک شده بود این در حالیه که در کتاب خاطرات ری شهری از او به عنوان شرور بی ایمان یاد شده یکی از خصوصیات مهدی هاشمی علاقه شدید او به رمالی و جنگیری بود اما دلیل اعدام سید مهدی هیچ کدوم از اینا نبود شبکه خرابکاری او زیرکتر از این حرفا بود و هست که دم به تله بده صدور دستور قتل برخی از افراد از جمله ابوالحسن شمرسابادی امیر عباس بحرینیان قنبر علی سفرزاده و عباسقلی حشمت بود نزدیکان سید مهدی هاشمی صدور دستور این قتل ها از سوی مهدی هاشمی رو تکذیب کردن و میگن این قتل ها توسط نیروهای مشهور به انقلابی و اعضای سپاه فلاورجان و لنجان انجام شده و سید مهدی هاشمی تنها از اونا مطلع بوده این در حالیه که قاضی دادگاه سید مهدی هاشمی با استناد به این قتل ها نمیتونست حکم اعدام برای او صادر کنه چرا که بر اساس کیفرخواست نیز او عامل قتل بود و نه عامل آن در نهایت علی رازینی رئیس دادگاه حکم اعدام را به اتهام محارب و مفسد صادر کرد البته یک پاکسازی اساسی در بیت آخون منتظری صورت گرفت و حدود 20 نفر دستگیر شدند آخون منتظری تا آخر عمر بر بیگناهی مهدی اصرار داشت که اسناد خیانت او هنوز از حالت طبقه بندی شده خارج نشده چون خیلی اسامی ممنوعه میان اونجا وسط از باغر نوبخت و نجفی تا چیری پیر و عبدی و حجاریان بعدها باند او صورت دیگه ای به خودش گرفت و به نوعی در شبکه زیتون حل شد خلاصه اینکه این اصلاح طلبان و اصولگرایان و در کل مهره های رژیم خیانتکارتر از این حرفا هستند که ما حتی بتونیم تصور کنیم مهدی هاشمی پروژه فوق سری ساواک بوده سلیمی امین در همین رابطه اگر یادتون باشه گفت با اشاره به اعتصاب منتظری بعد دستگیری مهدی هاشمی و قطع ملاقات ها خاطر نشان می کنم که برای شکستن این اعتصاب دیداری بین احمد آقا و خامنه ای و هاشمی و موسوی اردبیلی و منتظری برگزار شد در این جلسه هاشمی و خامنه ای به گریه میافتن و هرچی خمینی ملعون میگه سرنوشت خودش رو به مهدی هاشمی پیوند نزنه منتظری گوش نمیده بعدها منتظری ادعا میکنه که من با امام ارتباطی نداشتم تا به وی توضیح بدم اما خود شاگردان منتظری در کتاب واقعیت ها و قضاوت ها به این دیدار اشاره میکنن و هاشمی هم در خاطراتش این دیدار رو ذکر میکنه سلیمی نمین در همین رابطه میگه بعد کشف جنازه افرادی که توسط مهدی هاشمی کشته شدن منتظری طی اطلاعی میگه که به جرمها و اتهامات وی رسیدگی کنید منتظری میدونست که خمینی با کسی شوخی نداره و ممکنه کار مهدی هاشمی به اعدام کشیده بشه بعد اعدام مهدی هاشمی باز هم تهدید میکنه و میگه اتهامات وی دروغ و ساخته و پرداخته وزارت اطلاعاته خمینی مهر سال 65 مستقیما به منتظرین نامه می نویسه و در مورد رسیدگی به پرونده جنایات منتصب به سید مهدی تذکر میده و این در حالیه که منتظری در صفحه 604 خاطراتش قتل توسط سید مهدی رو قبول داره و زیر بار محاکمه نمیره و او را از همه مسئولان امنیتی و نظامی بالاتر میدونه و و حتی خمینی رو تهدید به کنارگیری میکنه این در حالیه که یک عم تو مغز ما کردن که شاه زندانی سیاسی داشت ساواک شکنجه و تیر بارون میکرد ناخون میکشید همیشه حکومت نظامی بود هیچکس جرأت نفس کشیدن نداشت ساواک در هر خانواده و محله و مغازه و خانه جاسوس داشت و کافی بود از گل نازکتر به خانواده سلطنتی بگی فرداش سربه نیست بودی شاعران چپ از رفقای شکنجه شده یا اعدام شده شون شعرها می سرودن. خاننده های مثلا پیش رو مترقیمون به صلیب به صدا مسلوبم دوست میخوندن والا پیامبر محمد میخونن فیلم گاو میساختن دانشجوهای بورسیامون در خارج کشور علیه شاه و زندان های مخوفش تبلیغات میکردند و غیره خیلی سال گذشت که من و تو نسل ما فهمیدن اینا خزعبلات و دروغهای چرکی بیش نبود شاه اگر میزد و میکشت و شکنجه میکرد الان پسرش بر تخت سلطنت بود الان هیچ کدوم ما آواره این ور و اون دنیا نبودیم شاه نخواست بر یک مشت ابله ناسپاس شاهنشاهی کنه گذاشت و رفت به همین سادگی نسل ما دوران شکوهمند و پرغرور ایران مترقی پاسپورت معتبر دلار هفت و فراوانی نعمت را ندید من در سال روز تولد شاهزاده عزیز و نور چشممون از صمیم قلب آرزو کردم اونقدر بتونیم عم کنیم که نشستن او در جایگاه برحقش رو ببینیم و همگی پیروزی نور بر تاریکی رو در ایران جشن بگیریم و جان کلام این که این خیلی بی معرفتی و ناراحت کننده است که یک عده وقتی داخل ایران هستن و به قول خودشون توسط جمهوری اسلامی شکنجه و زندان و سرکوب میشن اما به محض اینکه از ایران خارج میشن تمام توان و اعتبارشون رو خرج مبارزه با پهلوی میکنن اینا نمیدونم چرا نمیخوام باور کنند که 44 سال پهلوی هیچ نقشی در اداره ایران و ظلم به اونها ندارن دوستان گول این نازیله ها رو نخورید و آنفولوشون کنید تا پروندهشون بسوزه و رژیم بازنده باشه ما نباید مهره های صادراتی رژیم رو حمایت کنیم جالب اینجاست که شاهنشاه رضا پهلوی شعار زن زندگی آزادی رو از کلیه پلتفرم های رسمیش حذف کرده اینم کادای تولد شاه رضا پهلوی به چپولا و فاندی و عرازلی که شعار زن زندگی آزادی رو واسه خودشون مصادره کرده بودن و باش منبع درآمد داشتن و هر جفنگی دلشون میخواست زیر چتر این شعار میگفتن انقلاب ملی ایران ادامه داره سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید دوستان گرامی این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره لطفا محبتتون رو از ما دریغ نکنید فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد روز و روزگارتون خوش جاوید شاه تا ابد